بسم الله الرحمن الرحیم درود و سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز خیلی خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستیم برنامه پنجره است و یک آیه دیگه از آیات قرآن کریم رو انتخاب کردیم که تو این برنامه تقدیم حضورتون بکنیم و این آیه آیه آخرین آیه سوره البقره است و به این ترتیب در واقع آیات انسانساز ساز سوره البقره رو از ابتدا تا انتهاش تقدیم می کنیم یعنی این در واقع آخرین قسمت هست که ما از سوره البقره آیه خدمتون ارائه می کنیم آیات همونطور که حالا ممکنه بینندگانی برای اولین بار این برنامه ببینن ما در برای پنجره سعی می کنیم که آیاتی که مرتبط هست به زندگی ما انسان ها و اینکه چگونه در زندگیمون از دستورات الهی کمک بگیریم برای اینکه خودمون رو بسازیم برای اینکه انسان باشیم برای اینکه همونطور که الله متعال میفرمایند می و در واقع خالق انسان طراحی کردند اخلاق اخلاقیاتی رو از دل قرآن در بیاریم که فهمیدنش و انجام دادنش ما رو در انسان بودن در زندگی راحت راحت زندگی کردن در پیش رفتن، در امور زندگیمون کمک زیادی میکنه و این رو در قالب برنامه پنجره تقدیم حضورتون میکنیم امروز آیه 100 ش آیه سوری البقره تقدیم حضورتون میکنیم و بخشی از این آیه مورد نظر هست که اون رو با هم دیگه میبینیم ایزه بدید من مثل همیشه تنزیل و آیه رو باز بکنم با هم دیگه همراه با هم شما از روی تنزیل و من مصحف اینجا هست با هم دیگه این آیه 286 رو بخونیم و بعد بریم سراغ موضوع اصلیمون که حالا مفهومی که میخوایم امروز مفهوم انسانسازی که میخوایم از این آیه بنيجي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ضعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ايه كي امروز مخايم, إن آيه كي مخايم بخشي از این آیه رو که مخايم امروز در صحبت بکنیم اون بخش ابتداییش لا یکلف الله نفسا الا وسعها این بخش در واقع ما رو به این معنیش این میشه الله متعال هیچ نفس بشری رو بالاتر از توانش یا به جز در حد توانش تکلیف به انجام کاری نمی کند یعنی چی؟ یعنی ما آنچه که چیز هست آنچه چی که از در وظایف دینیمون در وظایف در شرایط زندگیمون کاری رو اگر انجام میدیم حتما باید در توانمون باشه یعنی اگر کسی در توانش یک فعالیتی نیست یک کار نیست حتی اگر وظیفه ای مثل نماز خوندن باشه مثلا در این حد وظیفه ای که ما عینا باید انجامش بدیم روزانه پنج بار نماز, نماز فرض برای اون هست اما اگر زمانی ما توان بر انجامش نداریم در هر شرایطی دیگه این, این در واقع فکر کنم از واضحات فقه اسلامی است که به همه پیش اومده اگر که نمیتونید وایسید میتونید بشینید اگر نمیتونید بشینید میتونید بخوابید اگر نمیتونید بخوابید هر وضعیتی رو میتونید در اون وضعیت نمازتون برپا بدارید اگر که اه... ندارید خب میتونید جمع کنید دو تا زمان رو مثلا تقسیم شده دیگه ظهر و عصر رو میتونید با هم بخونید مثلا تو سفر اینجوریه عصر و مغرب و عشا رو میتونید با هم بخونید اگر وقتتون باز هم اجازه نمیده میتونید دوتاشون چهار ها رو دو رکت بخونید حتی در جنگ اینجوری طراحی شده که وقتی که جنگ داره صورت میگیره و نیاز هست به نگهبانی از مسیر حالا در موقعیتی هستید که احتمال حمله دشمن حالا غیر از جنگ حتی در موقعیتی هستید که احتمال حمله دشمن به یک گروه هست مسلمانان در یک جا جمعند احتمال حمله،, ای از طرف دشمنی وجود داره خطری ممکنه مواجه بشید دو گروه دو صف میشن که و صف اول وقتی میره رکو اون صف نگهبانی میده صف اون صف رکتش تموم میکنه میاد بالا صف دوم صف اول نگهبانی میده صف دوم رکتش کامل میکنه به همین ترتیب نماز میخواه این یعنی چی؟ یعنی حتی تمرکز در نماز هم قابل شکستن هست وقتی تکلیف وقتی ببینید وقتی توانایی نیست لا یکلف الله نفسا الا وسعها اما نکته جذابی که تو همین قضیه نماز هست اینه که خود نماز حذ نمیشه یعنی نمیگن گفته نمیشه که شما نمیتونی نماز بخونی پس نخون نه شما نماز تو برپا بدار در هر شرایطی که ممکن است برات در هر حالتی که توان داری آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها این همین آیه رو من تلاوت امروز یه تلاوت زیبایی از شیخ حسن صالح دیدم بذارید با هم دیگه این تلاوت رو اگر موافقید تلاوت همین سوره رو با هم دیگه بشنویم بخون چیز کنیم موافقید نفسن نفسا وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تلاوات الزيباي بود من داشتم سيرش مكرم بين تلاواتي که ایشون تلاوت میکردن شیخ حسن صالح برخورد کردم و لذتی که بردم حس کردم که شما هم شریک بشید با هم دیگه این صدای زیبای تلاوت زیبای شیخ حسن ساله رو در این, در این آیه بخونیم خصوصا با با توجه این که این دعاهای جذاب هم در پایان این آیه هست و دیدید دیگه آیه آیه پایانی سوره البقره است یک چیزای دیگه تو این آیه نهفته است بذارید ادامه رو با هم ببینیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها بعد ادامهش میگه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت لها ما کسبت این کسبت و اکتسبت هر دوش معنی کسب کردن یا به دست آوردن هر کس بر اساس آن کاری که انجام میده فعالیتی که انجام میده آن چیزی کسب میکنه با فعالیتش زندگی رو میشه تشبیه شده در واقع میشه گفت به اینکه فعالیت که شما میکنید یه چیزی رو به دست میارید مثل تجارتی است در واقع اینجوری تشبیه میشه زندگی حالا هر کس که بر اساس این یک تفاوت این دوتا کسبت و اکتسبت در واقع یک معنی میده اما تفاوتش در لها و علیه هاست لها ما کسبت یعنی هر چیز خوبی رو که کسب بکنه مال خودشه علیها مکتسبت یعنی هر کار بدی هم بکنه هر کار در واقع اکتساب بدی هم داشته باشه ضرری هم به خودش زده باشه خودش عاملش هست و برایش بر خودش چیز هست بعد در ادامهش هم در واقع چون قضیه تکلیف لا یکلف الله و نفسن هست یعنی توانایی درش گنجونده شده در این آیه در ابتدای آیه در ادامه به عدم توانایی و موقعیت هایی که انسان مواجه میشه با موقعیتی که از دستش خارج و اتفاق کاری که نباید و در واقع نباید انجام بده رو انجام میده یا کاری که انجام داده کار اشتباهی هست و به همین خاطر از الله متعال که حالا انسان رو مکلف به توانایی کرده میگه ربنا لا تاخذنا ان نسینا و یعنی اگر اشتباه کردیم یا فراموش کردیم چون این اشتباه کردن سهون یک کاری رو انجام بدید یا فراموش کنید یا از روی نسیان و فراموشی کار اشتباهی بکنی این درخواست انسان هست برای اینکه این جزئی از همون اشتباهاتی است که انسان بدون تواناییش خارج از توانش تحمیل میشه ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا بر ما تحمیل نشه این موضوع ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به پروردگارا آنچه که تر توان ما نیست رو بر ما تحمیل نکن و عفو بعد طلب آ... آمرزش هرچقدر که الله متعال قطعا در واقع تعیین کردن که هیچ فش... هیچ انسانی بر اساس عدم تواناییش چیز نمیشه ولی چون اشتباهات رو ما کردیم و الان داریم عذرخواهی میکنیم بهتر است که در واقع کاملتر این سلیمتر این است که طلب بخشش بکنیم و عنا و لنا و انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرين ما رو ببخش ما رو غفران کن ما رو رحمت کن با اینکه میدانیم که الله متعال خودش قول داده در واقع تضمین کرده حالا که خارج از توان بر روی ناتوانی ها بر روی اشتباهات بر روی فراموشی ها اینا عاملی نیستند که معاخذه بشن انسان ها به خاطر اشتباهاتشون ولی با این حال ادب بر این هست که ما از الله متعال طرف طلب غفران و عفو و بخشش بکنیم از کسی که مولانا انت مولانا بزرگ و سر سرور همه ما هست الله متعال و در پایانم نصر, و نصر بر قوم کافرین رو در پایان سوره, آی... سوره البقره از الله متعال درخواست میکنیم یک موضوعی که توی لا یکلف الله نفسا الا وسعها هست اینه که این آیه نسخ کننده یک آیه دیگه هست اونجور که مفسرین میگن بذارید اون آیه رو با هم دیگه ببینیم اجازه بدید من براتون بیارم بله این آیه ی بالایشو ببینید همین ببینید این آیه این اگر اشکال نداره خب این الان ما آیه 286 رو داریم میبینیم میریم بالاتر میرسیم به آیه 284 اینجا رو دقت بفرمایید این آیه نازل میشه لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله اگر خداوند لله ما فی السماوات و الارض آسمان ها و زمین در قدرت در تسلط الله متعال هست برای الله متعال است و ان تبدو دو ما فی انفسکم یعنی نظارت داره الله متعال بر فعالیت هایی که در سماوات آسمان ها و زمین میفته و از جمله کاری که ما مسلمان ما انسان ها انجام میدیم و ان تبدو دو ما فی انفسکم در ادامش این میگه و ان تبدو دو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله اگر هر آنچه که شما ارائه بکنید نشون بدید انجام بدید دیده بشه از فعالیت های درونیتون ببینید فی انفسکم آنچه در درونت هست و تو اونو بارزش میکنی تبدو میکنی خب چه تبدو باشد در نفس شما هر چه اتفاق داره میفته چه اونو بروز بدید و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا اینکه اونو مخفی نگداری در درون نیت بد تصمیم بد یک چیزی یک کره یه حالت بدی رو یک اعتقاد بدی در درونت وجود داره ولی مخفی نگهش میداری او تخفو یه حاسب کن به الله الله متعال شما رو محاسبه میکنه باش فیغفر لمن یشاء و یعزی من یشا من غفران به هر کسی که خودش بخواد غفران میکنه و هر کس رو بخواد عذاب میده و الله علا کل شه این این آیه که نازل میشه از اصحاب کرام میرن پیش رسول الله علیه صلی الله علیه که مفصلی میگن میگن که خب این خیلی سخته ما ممکنه تو در ذهنمون یه فکر اشتباهی بیاد فقط بهش فکر کنیم و مخفی نگهش داریم ارائه نکنیم عمل نکنیم به اون کار اشتباه ذهن دیگه اشت خطا میکنه خیلی سنگینه بر ما که بخوایم در واقع طبق این محاسبه بشیم توسط الله متعال و این از طاقت ما خارجه بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که شما میخواید مثل یاران موسی بگید حالا تو برو به جنگ هر کاری تو هر کاری میخوای بکن ما باعث نیستیم مثلا بکشن عقب و بعد که دیگه حالا یا میخواید بگید که هرچی هرچی الله دستور بده ما پشت هستیم به رسول الله صلی علیه و سلم این آیهی که امروز داریم روش صحبت می این لا یکلف الله نفسا الا بسیار از مفسرین میگن برای رفع همین سوء تفاهمی که در برای اصحاب پیش اومده نازل میشه یعنی نگران نباشید آنچه که در توانتون نیست رو در توان انجامتون نیست رو الله متعال محاسبه نمیکنه. این عدم محاسبه یکی از امتیازهای دین اسلام هست چرا؟ چون که دین آسانی یعنی شما هیچ هیچ کاری اگر در توانت نیست انجام ندی مکلف نمیشه به انجامش کن چون خیلی ها میگن که بابا دین اسلام خیلی سخته خیلی ما نمیتونیم از اینقدر وظایف به ما میدن که وظایفی پشت, 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 این دستورات دین اسلام هست که ما نمیتونیم از پسش بر بیاییم عملا این, اشتباه این حرف چون سراحتا الله متعال میگه تو اگر نمیتونی کاری رو انجام بدی ما, ما ازت نمیخوایم انجام بدیم ما اینو تکلیف میکنیم میگیم این کارو بکن ولی اگر تو نمیتونی اشکال نداره آب نیست نمیتونی اشکال نداره تو وضو تو بگیر تو باید این عبادته رو برقرار بکنی اما اگر شرایط شرایط توانایی موقعیت و زمان نمیدونم همه اینا عاملی هستند هستن که تو از پس انجام اون کار بر نمیای اشکال نداره انجام ندی اون شکلی که میتونی انجام بده الان ماه رمضان همه دارن روزه میگیرن تو مسافر شرایط سخت نمیتونی روزه بگیر نگیر آقا اشکال نداره بعدا جاش بگیر هر وقت میتونی دیگه از این آقا نمیتونی آب نیست نمیتونی وضو بگیری با خاک یه زل دست تو یه تمثیلی از وضو به اسم تیمم یه چیزی شبیه وضو برای اینکه فقط اون نه کنید نقطه اساسی در دین اسلام درون انسان هاست آن چه از قلب میاد اون چه از ذهن میاد من باید ایمانم به دین باشه ایمانم به الله باشه روی عمل کرد در حد توان بشه نه اینکه الا هیچ کسا هیچ کاری نکنه بگه تموم شد دیگه من که اون هم گفته شده که الله متعال بخشنده است و اگر کسی به خدا ایمان داشته باشه و در راه الله متعال در واقع علیه این دین و دین دینا الهی و دستورات الهی شرک نورزه الله بزن, بزن الله بخشیده خواهد شد اما با این حال اصل ماجرا در دین اسلام دین درونه نه دین بیرون یعنی اصلا نگاه به این نمیکنه که نمیگه شما بیا مثلا یه هر روز چهار تا بار فیکس برو ببینیم توانت داری یا نه نه اصلا اینجوری نیست شما نماز هم که مثلا حالا اگر بگیم که هفت بار پنج بار در روز باید نماز بخونیم این برای اصلاح درون چیز شده در واقع طراحی شده تمام قوانین فقهی دین اسلام و اون تکلیف هایی که الله متعال برای انسان ها گفته شده و قوانینی که دین اسلام گذاشته نماز روزه حج زکات همشون اثرات اجتماعی دارن اثرات یا اثرات شخصی دارن یعنی شخص ساخته میشه با اونا همونطور که رسول الله علیه و آله مثلا درباره نماز میگه میگه اگر کسی ببینید تشبیه رسول الله صلی الله علیه و نگاه، نگاهشون به نماز این گونه است نگاهی که در واقع الله متعال بهشون گفته دیگه که اگر کسی به اصحابش میگه آیا ممکنه اگر کسی پنج بار در روز بره و خودشو بشوره حمام بکنه خب آیا ممکن است که این شخص لکه کثیفی روی بدنش روی لباسش دیده بشه بعد از پنج بار پنج بار در روز میگن نه خب اینم همینه یعنی شما تای، تایم هایی که نماز تعیین شده ببینید یک جوری است که در طول روز شما هی در, موقع، در زمان های متناوب مشخصی هی یاداوری میکنی که الله هست و از الله بخشش میخوای چون یه تایمه شما صبح میری میخوای بری سر کار میخوای بری فعالیت روزانه شروع بکنی از خودتو یاداوری میکنی میری کنار الله از الله برکت و خوشبختی میخوای از الله بخشش میخوای یاداوری میکنی به خودت که یک, یک ناظر بر اعمالت هست برای چی؟ برای که تو طول روزت اشتباه نکنی نگاهت به این باشه که الله متعال هست مراقبته و در واقع اون نیکوکاری که لازم است کار نیک و پندار نیک و رفتار نیکو اینا رو بر حساس همون انجام میدی چون انسان اگر نظارت برش نباشه احتمال خطا زیاده درش الان چرا شما میری در یک فضایی مثلا جای مختلف میبینی هی دوربین کاشتن برای که متوجه بشی نظارت هست وقتی نظارت هست خطا نمیکنه انسان این ساختار شخصیتی انسانه و الله متعال به عنوان که خالق انسان هست شرایط رو جور ایجاد کرده که شما در طول روز پنج بار طی یادآوری کنی که یک دوربین است یک نظارت است شما متوجه این نظارت باشی و دست به کار خطا نزنی و بعد زور میشه طول روز کار کردی قطعا اشتباهاتی کردی سهون حالا و بعد اونجا میری از الله متعال باز اسخایی میکنی و هی یادآوری میکنی که الله هست این اتفاق پنج بار اتفاق میفته فقط برای اینکه ما یک انسان سالم با انگیزه و فعال در جامعه باشیم کسی که خوبه کسی که رفتارش منشش برای بهبود زندگی خودش و زندگی جامعهش روزه همینطوره در طول سال یک ماه رو تعیین میکنن شما باید یه سری قواعد غذایی و نمیدونم اینا رو تر... چیز بکنی عبادت ها افزایش پیدا میکنه تمرین میکنی برای اینکه یک انسان عابد باشی که الله متعال رو میپرستی الله متعال رو احترام میذاری بعد فقرا رو میشناسی توی ماه مبارک رمضان انسان های مستمند و بیشتر مرتوجه قرار میگیرن یک تمرین برای این موازیته وگرنه الله متعال اصلا نیازی نه به نماز نه به روزه نه فعالیتی از ما نیاز نداره که ما کاری انجام بدیم براش اینا برای ساختن خودمون است ساختن انسانی که بتونه جامعه رو پیش ببره انسانی که بتونه رفتار نیکی از خودش به جای بگذاره ارتباطش با الله باعث میشه که این کارو بکنه زکات همینطور شما باید یک بخشی از مالت رو مالیات بدی برای مالیاتی بدی برای مستمندانی که در جامعه هستن برای چرخه اقتصاد کمک بکنی من توان اقتصادیم بالاست کمک میکنم اینا ببینید قوانین اسلامی همه همه قوانینش همه دستوراتش بلا استثناء یا برای ساخت درون انسان که بیشترش این بخش هستش و یا برای ساختن جامعه به همه زوایاش نگاه شده پس به همین خاطر دین اسلام دین سخت نیست هر جایی از این دستورات هم الله مطال گفته توانش رو نداری انجام بدی نده به شکلی انجام بده که وجود دا... بتونی در واقع به ساده ترین حالت ممکن پس هیچ کس نمیتونه بگه که من دین اسلام دین سختیه نه نمیتونم دین اسلام من نمیتونم مسلمان خوبی باشم همه میتونیم فقط کافیه که اون نکته اساسی که خدمتتون عرض کردم اون درونه اون فکر اون قلب با الله باشه بدانیم که این جهان با ما انسان‌ها جهان ایدئالی خواهد شد و اگر بخواد ایدال بشه همین قوانینی که الله متعال بر ما گذاشته اگر اجرا بشه یک جهان ایدال به وجود میاد حالا حتما براتون سوال کجاش ایدال بابا که تارای مسلمون فقیرن نمیدونم عقب افتادن اینا اینا هیچ کدومش بگین اتفاقا اینا علتش اینه که اسم اسلام یدک میکشن ولی فعالیتهایی که با قوانینی که اسلام گفته رو درست انجام نمیدن به شکل مختلف حالا ما قصدمون این روز تو این برنامه این نیست که بیایم موشکافی کنیم که چرا ولی کمی خودمون بشینیم فکر کنیم با خودمون متوجه میشیم که اشتباهات از اسلام نیست از قوانینش نیست از مجریانش هست حالا در سطوح مختلف از رؤسا و بزرگان قوم بگیر تا پایین پایین چیز هر کس نتونسته خوب قوانین رو اجرا بکنه دستورات الهی رو اجرا بکنه یک مسلمان اسمیست و امید ما به این هست که الله متعال ببخشتش ولی جامعه اسلامی به این دلیل به دلیل همین رخنه کردن قوانین غیر اسلامی درش و پیروی از اون قوانین و فراموش کردن دستورات الهی به این سمت به این سمت معضلاتی که هست کشیده شده باورتون نمیشه تاریخو بخونید متوجه میشید که ما دوران طلایی داشتیم در دوران دورانی که قوانین اسلامی به درستی انجام میشده هر هر از چنگا هم بزرگانی مثل مثلا عمر ابن عبدالعزیز حالا از خلفای که خیلی ها میگن خلیفه پنجم محسوب میشه ایشون مثلا جز ترین شخصیت هاست که حالا از من نمیخوام اشاره به دوران رسول الله صلی الله و سلام و خلفای راشدین بکنم که اوج در واقع قدرتمندی دولت اسلامی و رشد دولت رشد قوانین اسلامی در خلافت اسلامی بوده بعد از اونم که حالا به وجود میاد در دوران عمر بن عبدالعزیز باز ما میبینیم که این اتفاق میفته و نمونه های بارز در تاریخ وجود داره و علوم هم میگه که قوانین علوم هم میگه وقتی یک اتفاق یک بار میفته احتمال افتادنش باز هست ولی باید شرایط ایجاد بشه شرایط رو هم ما میتونیم ایجاد بکنیم ما مسلمان ها و ما با ایمانمون میتونیم جامعه رو ایدال بکنیم اگر هم هیچ نگران هم نباشید که حالا جامعه اینجوری و مسلمان ما از کوچکتر از کوچکترین عنصر تشکیل دهنده یک جامعه شروع از خانواده توی خانواده شروع میکنیم به یادگیری این یکی از چیزهایی که امروز توی همین لا یکلف و الله و نفسا الا وسعها میخوایم بهش بپردازیم این نکته است که ما ببینید از یه, زا... یه, زا... یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم الله متعال میگه من کسی که توانایی نداره رو ازش اون کار رو نمیخوام پس اگر ما از کسی کاری میخوایم باید به این فکر کنیم که توانایشو داره یا نه حالا تو زندگی عادیمون یعنی همین روندی که الله متعال از دست از درواقع از قوانینش از احکامش از تکلیفاتش نسبت به مسلمان انسانهای مسلمان میگذره فقط به خاطر اینکه توانایی نداره میگه که این کارو تو انجام نده اینجوری انجام نده تو در توانت نیست پس ما به بچهمون زور نگیم وقتی توانایی کاری رو نداره اگه نمیتونه بره پزشک بشه حالا چون بحث نزدیکی به مهر هستیم و باز شدن مدارس اگر نمیتونه در یک درسی درسش قوی نیست رشته یه دیگه بره زور بهش نگیم بچه ها در یعنی ما باید برخوردمون با جامعه از همین آیه کلف الله, نفسن... لای الله نفتن و نفتن الا وسعا بگیریم و بریم توی زندگیمون زندگی شخصیمون واردش رو کنیم هیچ کسی رو مجبور به انجام کاری که در توانش نیست نکنیم هیچ کسی یعنی کی با با فرزن... با بچه همون شروع میشه دیگه ما بچه‌مون رو این اینو چون می‌بینیم که به زور چقدر بچه ها رو مجبور به انجام فعالیت‌هایی میکنن که در توانشون نیست خانواده دوست داره پسرش نمیدونم ریاضیش خوب بشه به زور باید که زبانش خوب باید حتما بله اگر بتونه اگر توانایشون نداره اگر نمیتونه یاد بگیره اگر چرا باید من دوست دارم پسرم نقاشیش خوب بشه حالا اون استعدادشو نداره الله متعال لا یکلف الله نفسا الا وسع شما چرا تکلیف میکنید فرزندتون رو چیزی که بلد نیست انجام بده کارمند استخدام میکنی در یک اداره مسئولیت داری زیر دست میخوای انتخاب میکنی از رو وسعت وسعت توانش بسنجش نه رو آشنایی نه رو دوستی نه رو پول نه مسائل دیگه ای رو واردش نکن توانایی باید باشه تا بتون اون کار انجام بده این گرفته شدن در واقع همون گرفتن دستورات انسانسازی است از این آیه ما یاد بگیریم که در زندگیمون همونطور که الله متعال به ما یاد داده با توانایی انسانها رو بشناسیم و ازشون فعالیتی بخوایم. در هر جایگاهی که هستیم. حالا جایگاه پدر و مادر یا جایگاه مثلا مسئول و مسئولی گروه مسئول. اینا، اینا ببینید با توانایی که ما میتونیم زندگیمون رو موفقیت پیش ببریم، توانایی‌های فردی. با این توانایی رو بشناسیم، حالا این در واقع اشاره کردم به اینکه زیر دستان چگونن مثل مثلا فرزندان و یا حالا اگر مسئولیتی دارید کارمندان نمیدونم مستخدمینی که زیر شما، نظر شما فعالیت میکنند یا پروژه رو انجام میدن و چه در خودمون من اگر توانم کشاورزی نیست نرم توی کشاورزی سرمایه گذاری بکنم اینا, اینا اینا الان ببینید توی سرچو کنید متوجه میشید که توان قدرتمندان عرصه فعالیت کار و اینا اینا جز آداب در واقع اصول چیز هستش اصول بیزنس هست که وقتی یک کسی کاری رو بلده تو اون تخصص خودش بر اون کار انجام بده اگه میخوای موفق بشه تخصص های دیگر رو نگیره این یکی از همون برداشتهایی است که ما از چیز از میتونیم از این آیه بگیریم و کمک میکنه تو زندگیمون که الان امروزه بسیاری از این کسانی که در عرصه بیزنس و نمیدونم فعالیت انگیزشی میکنن هی به این چیزا میرسن به این قوانین به لحاظ علمی میرسن در که ما همین قوانین رو غافل ازش در قرآن داریم چون الله متعال خالق انسان هاست این صفت ها این روند زندگی کردن این عادت ها و این در واقع راهکار های زندگی, زندگی رو در آیاتش قرار داده کافی است که ما با دقت بهش نگاه کنیم ما تلاشمون در برنامه پنجره هم همین است که این دست پیدا کنیم یکی از چیزهایی که خیلی بهش نیاز هست که ما توجه بکنیم اینه که ما در میخوام از همین ببینید تا چند تا چیز گرفتیم دیگه یکی اینکه ما با دینی مواجهیم که دین قلب و فکر و ایمان و درونه و فعالیتی که انجام میدیم مکلف به انجامش در حد توان هستیم همه قوانین اسلامی اینی که دین دین آسانی است دین سهلیست است دین راحت الالقوم در واقع این یک موردی بود که اصلیش که حالا همه میدونیم دیگه در مقابل در برابر اینی که مثلا نماز رو در وضعیت های مختلف میشه خوند و بر اساس توانایی همه میدونن این رو و قطعا شما هم میدونید و همین خاطر این یکی از نتایجی است که ما از آیه 286 سوره البقره گرفتیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها مورد دوم اینه که ما هم بر اساس توانایی با دیگران رفتار کنیم یعنی نگاهمون به دیگران، شناختمون، هر رفتار، هر تعامل اجتماعی که با فرزندان، با زیردستان، با همسر، با نمیدونم با هر کی داریم بر اساس این انتظار بیش از اندازه از کسی نداشته باشیم اگر اون نمیتونه کاری رو انجام بده ما دلخور نشیم که چرا این کار رو برای ما انجام نداد چرا این من بردمش این همه کلاس گذاشتمش ولی یاد نمیگیره خب این نداره رو نداره ما به همون شکلی که الله متعال نگاه میکنه نگاه کنیم به زندگیمون این دومین چیزی که ازش برخورد سوم اینکه که خودمون بر اساس تواناییمون تصمیم به فعالیتامون بگیریم درسته من دوست دارم خیلی ها دیدید دیگه خیلی ها دوست دارن برن مثلا بازیگر بشن و توانایشو نداره به انهای مختلف یه عشقی تو کلش دوست داره بره فوتبالیست بشه دیده مثلا این فوتبالیست ها خیلی معروفن و خیلی امضا میدن و عکس میگیرن ازشون و پولدار میشن و بعد تما... تمایل داره بره فوتبالیست بشه خب زمانی, می... اون زمانی من میتونم برم فوتبالیست بشم که توانش رو داشته باشم وس... لا یکلف الله و نفسا الا وسعها در حد توانش الله در حد توان از ما تکلیف میخواد ما هم در حد توان خودمون رو بس... به فعالیت های مختلف را بدیم اینم سومین مسئله است که باید بهش توجه بکنیم یک مورد دیگه هم از این استنتاج میشه کرد و اون هم اینه که ما اگر در سختی افتادیم در زندگیمون اگر دیدیم که نمیتونیم کاری رو فشار زندگی یک موقعیتی قرار گرفتیم که سخت یه, یه... مصیبتی برامون وارد شد حالا مصیبت منظورم فقط مرگ و اینا نیست تو سرایت سخت قرار گرفتیم افسرده نشیم ناراحت نشیم که من نمیتونم از پسش بر بیام وای چقدر وای چقدر سخته وای نمیدونم خدا چرا این بلا سر من آورده نمیدونم شروع کنیم به قصه خوردن و ناراحت بودن و اصلا این کارو نکنیم میدونید چرا چون خدا قول داده که لا یکلف الله, الله و نفسا الا وسعها شما اگه در موقعیت سختی قرار میگیری یعنی الله میدونه شما توانشو داری و از پسش بر میایی. این دو تا چیز به ما میده یکی اعتمادمون به الله متعال و دوم اعتمادمون به خودمون وقتی من بدونم که الله متعال منو هیچ وقت در موقعیت سخت قرار نمیده سختی رو به راحتی عبور میکنم ازش چون به خودم انرژی میدم که من توانش رو دارم به همین خاطر الله متعال من در این موقعیت قرار داده هر سختی ها سختی های زیادی ما زندگی جوریه که سختی ها رو ما تجربه میکنیم دیگه این تجربه سختی ها رو بر اساس این بسنجید که الله متعال شما رو ما رو در موقعیت سخت زمانی قرار میده یا اگر در موقعیت سختی قرار گرفتیم الله متعال حتما به عنوان به این علت که ما توان از پس این سختی بر اومدن رو داریم اگر این موضوع رو باورش بکنیم یقین بدونی که از اون سختی به راحتی عبور میکنیم چون درست فکر میکنیم چون به خودمون اعتماد داریم چون اعتقاد داریم و چون الله متعال رو پشتیبان بینیم. اینا عواملی که برا... در واقع عنصر گذر از سختی است ولی فکر کنید کسی به سختی بیفته و این باور رو که لا یکلف الله و نفسن الله و نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ تسلیم میشه افسرده میشه غصه میخوره و اینا چی میشه؟ خودشو باور نداره هی hey, روز به روز سختیه بیشتر برش مسلط میشه مصیبت بیشتر برش چیره میشه و در یک موقعیتی قرار میگه که, که نمیتونه از پسش بر بیاد چون خودشو باور نداره الله متعال با این آیه به من باور میده که من توانایی فردیم بالاست در این جهت یه کلیپ هست کوتاه کلیب, کلیب عربی تو همین مضمون با هم دیگه ببینیم ترجمه شده و دوبله توی تلویزیون و آماده شده برای اینکه شما ازش بهره ببرید ببینیم با هم دیگه الله متعال در قرآن کریم می‌فرمایند لا یکلف الله نفسا الا وسعها این آیه یک معنی عمیق و مهم در خودش داره که اگر در زندگی به اون اعتماد کنی احتمالا همه زندگیت تغییر اساسی پیدا میکنه چون در فکرت تغییر ایجاد میکنه الله متعال از بنده هاش هرگز وظیفه ای رو بیش از تواناییشون درخواست نمیکنه این رو الله به بنده وعده داده و خداوند هرگز خلاف بعدش عمل نمیکنه برای اینکه موضوع براتون واضح تر بشه بذار بگم که الله متعال حاضر نیست بنده هاش در سختی و مشقتی براتر از توانایی هاشون قرار بگیرند این یعنی اینکه وقتی به سختی و مشکلی برمیخوری و فشار بالا و مسئولیت سختی بر تو تحمیل میشه بدون که تو توانایی عبور از اون سختی رو داری. چون اگه تواناییش رو نداشتی خداوند تو رو در اون شرایط قرار نمیداد. اگر تو اونقدر قوی نباشی که بعضی از سختیات رو رد کنی اون سختی ها هرگز در مسیرت قرار نمیگیرند. و هر زمان که به مرحله‌ای رسیدی که سختی می‌کشی و فکر می‌کنی نمیتونی پس پس اون مشکلات بر بیای به این آیه فکر کن لا یکلف الله نفسا الا وسعها حالا الحمدلله بگو مسیر رو کامل کن و یقین داشته باش که تو توانش رو داری به اذن الله بله به الله توانش رو داری از اون مشکلات رد بشی این این رو به خودمون بگیم در سختی ها خودمون رو باور کنیم با نگاه به این آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها من در شرایط سختی قرار نمیگیرم مگر اینکه الله مطمئنا میدانه که من میتونم ازش عبور بکنم این سختی رو به هر کسی جلو هر کسی نمیذاره جلو من گذاشته شون من میدونم من میتونم رد بشم این یعنی چی یعنی خودباوری یعنی من به توانایی خودم باور دارم و این یکی از عناصر تأکید شده در روانشناسی و جامعه شناسی تأکید شده در جامعه شناسی و جامعه شناسی که نهفته از در همین آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها پس من ما باید یاد بگیریم که بر اساس توانایی های فردیمون تصمیم بگیریم بذارید یک،, یک،, موضوع رو در مورد همین آیه یک کمی من میخوام راجع به همین توانایی فردی گسترتر صحبت بکنیم چون خیلی امروزه اگه دیده باشید حالا توی این سگرام و نمیدونم جهان دنیای مجازی از این پیام های انگیزشی که میاد بسیار روش تاکید بر همین اینی که ما توانایی فردیمون رو ببریم بالاش بشناسیم تواناییمون شناخت داشته باشیم نسبت به توانایی هامون و اون توانایی ها رو قدرت در واقع رشد بدیم تا برسیم به موفقیت ها و پیامدهای مثبتی که در وجود داره این همش برمیگرده به همین آیه ها. لا یکلف الله نفسا الا وسعها وسعها اصل ماجرا در هر کاری اون وسعت توانایی منه یک آیه این جالبش اینه که همین آیه لایکل ما در آیه قرآن کریم یک لایکلف الله دیگه ای هم لایکلف الله و نفسن میخوام اون آیه هم با هم ببینیم شبیه به همینه ولی با یه مفهوم دیگه ببینید میخوام تفاوت این دوتا رو ببینید آیه سوره طلاق آیه هفت پایان این آیه هفت میگه ببینید لا یکلفون بتاع آية رب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله بعد در پایان میگه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها يعني يك دو, دو تا لا يكلف الله نفسا يعني چي يعني الله متعال هیچ کس رو تکلیف نمی کند یک جا میفرمایند الا وسعها یک جا میفرمایند الا ما آتاها الا وسعها برای کسانی است که توانایی انجامشون ندارن یعنی ببینید ما در حد تواناییمون انجام میدیم اینجا میگه الا ما آتاها یعنی در حد آنچه که داده شده بهش یعنی باز هم همین یک نوع توانایی درش هست ما بازخواست میشیم من اگر چیزی به هم داده الله متعال با در مقابل اون داشته و اون در واقع نعمتی که گرفتم بازخورد بدم به جامعه هم. اینجا هم دیدی دیگه در مورد نفقه بود چیز من توانایی مالی الله به هم روزی میده و اینو باید بدم به جامعه هم. بدم به اونایی که باید نفقه بدم بدم در خودم جمع نکنم این وظیفه منه که در مقابل آنچه الله متعال بهم به داده باز بدم باز خوردش بدم این برای این بخش ماجرا است ولی اگر توان ندارم تکلیف نمیشم بر انجامش آنچه که امروز ما میخوایم بر بهش بر بگردیم یا در واقع روش تاکید بکنیم همون ش... چیز توانای فردی امروز یکی از مباحثی که بسیاری از جامعه شناسان روانشناسان به دنبالش هستن و تاکید دارن، تاکید دارن روش همین رسید در واقع بالا بردن شناخت خود ما نسبت به توانایی های فردیمونه. توانایی فردیمون رو خوب بشناسیم، رشدش بدیم و تلاش بکنیم که در زندگیمون از همون تواناییامون با رشدش زندگیمون رو رشد بدیم، موفقیت برسونیم خودمون. یه میان برنامه است در همین مورد که حالا چند روش از روش های این توسعه فردی رو درش گفته که برمیگرده به همون شناخت خودمون شناخت تواناییم و رشدش این دوتا عنصر رو کنار هم بذاریم و یاد بگیریم که چطوری به موفقیت برسیم ببینیم میان رو نتیجه یک مطالعه بسیار مهم در بنیاد دیل کارنگی در آمریکا نشون میده که در کمال تعجب 85 درصد از موفقیت آدم ها به مهارت اونها در روابط بین فردی مربوط میشه و نه چیز دیگه همینطور نتیجه تحقیقات مؤسسه هانوفر ریسرچ در آمریکا نشون داد که آنچه موفقیت های فردی و حرفه افراد رو تضمین میکنه و به اون سرعت میبخشه مهارت های نرمه یا همون چیزی که بهش میگن سافت سکیلز که شامل مجموع مهارت‌های فردی و بین فردیه سافت سکیلز یا مهارت‌های نرم مهارت‌هایی هستند که به شما این امکان رو میدن که از دانش و توانایی های خودتون به نحو موثرتری استفاده کنید تا شما رو در رسیدن به اهدافتون کمک کنه و احتمال موفقیت شما در دست یابی به هدفهاتون رو به شدت افزایش بده. در واقع چیزی که باعث موفقیت افراد میشه افزایش دانش و تخصص اونها نیست بلکه میزان مهارت افراد در بکارگیری دانش و توانایی مطالعات شرکت لینکدین در سالهای 2018 تا 2020 نشون میده که اولویت اول مدیران و صاحبان کسب و کارها در طی این سالها توسعه مهارت های نرم در میان کارکنانشونه و همینطور اولویت اول اونها در استخدام افراد جدید میزان مهارت های نرم در اونهاست امروزه بیش از 80 درصد شرکت و مؤسسات در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه برای استخدام نیروها و مدیران خودشون از آزمون های استاندارد برای ارزیابی شخصیت آنها و میزان مهارت های نرم در اونها استفاده میکنند که از نتایج اون بسیار راضی بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده توسط شرکت لینکدین، مجله فوربس و منبع معتبر ورد اکانومیک فورم ده مهارت اصلی و با اولویت در میون مهارت های نرم از این قرارند یک مهارت در ارتباط با دیگران مذاکره و اقناع دیگران دو شناسایی و حل مسائل پیچیده سه تفکر نقادانه چهار خلاقیت پنج توانایی رهبری و تاثیرگذاری بر افراد شش هوش هیجانی و کنترل احساسات 7. مهارت در قضاوت و تصمیم گیری 8. انعطاف پذیری و انتباق با شرایط 9. تفکر استراتژیک و 10. دانش رفتار شناختی یا کاتنتیو بیهیویر فراموش نکنیم که دست یابی به این مهارت ها میتونه احتمال موفقیت در ما را به میزان 85 درصد افزایش بده خب دیدید که اشاره دقیقی به یک موضوع کرد که امروز تأکید داریم روش با چیز بکنیم و این آیه به ما یاد میده لایک الله نفسن الله و اون هم توانایی فردیست مهارت های فردی جز اصلی ترین در واقع موضوعاتی است که امروزه زیاد روش تاکید میشه و اگه دیده باشید مثلا شرکت هایی که مراجعه میکنید رزومه و نمیدونم فعالیت هایی که داشتید و اینا رو میارن ببینن شما تا چه اندازه اینقدر تست های روانی و تست های انگیزشی و تصایه توانمندی رو ازتون میگیرن که شما رو که در واقع کسایی رو که می انتخاب میکنن تواناییشون برای رشد اون پروژه‌ای که براش استخدام دارن میشن بالا باشه توانایی که امروز هم در موردش این مو در واقع این میان آم برنامه آماده کرده بودیم خدمتون توانایی نرم اسمشه مهارت های نرم یعنی چی یعنی نجاری و چیزو نمیدونم آهنگری و کارهای سخت و نمیدونم اینا نیست اینی که من چطور بتونم حرف بزنم چطور بتونم ارتباط بگیرم چطور بتونم رابطه برقرار کنم چطور بتونم رهبری کنم یه گروه رو چطور بتونم استراتژی داشته باشم مشکلاتی که پیش میاد چطوری با با منطق با تفکر بتونم رفعش بکنم اینا مسائلیه که امروزه به دنبالش هم. اینا هستش که اون توانایی توانایی هایی که ممکنه شما دارید ولی متوجهش نیستید اینا مهارتند اینا توانایی هستند که کمتر بهش توجه میشه متاسفانه تا صحبت از توانایی میشه به سمت شغل میره کی رانندگیش خوبه کی مکانیکیش خوبه کی نجاریش خوبه کی آهنگریش خوبه کی کار برق بلده دنبال این همه هستن که فکر میکنن اینا توانایی هست در صورتی که توانایی های امروز که بیشتر از بقیه قدرت میده یعنی شما اگر آهنگر خوبی هم باشی اما اگه بتونی خوب فکر کنی میتونی آهنگر موفقتری باشی میتونی پیچیدگی های یک فعالیت آهنگری رو با بهترین حالتش رفع بکنی اگر برقکار مناسب باشی تو یک موقعیتی که شرایط سخت میشه شما میتونی خودتو نشون بدی چون فکرت کار میکنه این توانایی های نرم امروزه بسیار روش تاکید دارن و حتی از علم بالاتر یعنی کسی رو میپذیرن جامعه ما دنبال کسایی هستن که خوب فکر کنن پس یاد بگیریم که این توانایی ها رو در خودمون بشناسیم رشدش بدیم در بچه هامون بشناسیم رشدش بدیم در حدی که ببینید قدم اول شناخت توانایی های فردیه قدم دوم رشدشه من اگر بدانم که نمیتوانم یک کار اینجوری انجام بدم نباید وارد اون عرصه بشم لا یکلف الله نفسا الا وسعها جامعه هم از شما تکلیفی نمی... به شما خارج از توانتون نمیخواد چون کسی که توان نداشته باشه اگر وارد یک عرصه کاری بشه اون کار خرابتر میشه اون فعالیت به سرانجام نخواهد رسید اگر توانایی نداشته باشه که متاسفانه حالا یک بخش منفیشو ببینیم که تو جوام ما دیدید دیگه استخدام بر اساس رشوه بر اساس دوستی بر اساس روابط اینا عامل ورود به یک کار میشه و اینا باعث میشه که وقتی نگاه میکنیم جامعه ای که افرادی که درش, درش دارن فعالیت میکنن در های مختلف به جامعه خطرناک خودمون نگاه بکنید و عقب افتادمون درصد بالایی از کسانی که در در موقعیت شغلی قرار دارن حالا من نگم درصد بالای درصدی هست اونها کسانی هستند که توانایی انجامشو ندارن شما میره مراجعه میکنی طرف رئیس یک مجموعه است بلد نیست با مشتریش برخورد بکنه این توانایی نرم رو نداره مشکلی بر در ادارش پیش میاد توانایی رفع اون مشکل رو نداره چرا؟ چون در جایگاهی قرار گرفته که یه نفر سفارش رو کرده اومده اونجا شده مسئول اون گروه ایناست که جامعه اسلامی اگر معذرتی داره اینه که ما از این آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها اینو یاد نگرفتیم اگر ما اینا رو یاد بگیریم از دستورات الهی و حالا دستورات بسیاری هست حالا ما داریم یک الان مبحثمون این هست وقتی این دستورات انسان ساز رو از, از, قوانین الهی از قرآن و دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم استخراج کنیم به خودمون بیایم یادش بگیریم و اجراش بکنیم جامعه اسلامی میشه جامعه ایدئال اینو خواهش دارم به این فکر نکنید که جامعه خرابه نمیدونم از خودمون شروع کنیم من و شما وقتی از خودمون شروع کنیم از خانوادهمون شروع کنیم همه جامعه به مرور خوب میشن نگران این نباشیم که چرا تو جامعه این مشکل هست چرا این اتفاق داره میفته من که یه دست, یه دست صدا نداره صدا دارد یک دست هم صدا داره چون, چون الله متعال پشتمون خواهد بود امیدوارم که نتایج خوبی گرفته باشید از نتیجه خوبی گرفته باشید از این برنامه و یادمون باشه که با تواناییمون رو بشناسیم، رشدش بدیم و فشاری بر خودمون وارد نکنیم اگر توانایی نداریم. اون چیزی که بلدیم رو انجام بدیم و سعی کنیم رشدش بدیم. ما رو از دای خیرتون بی‌نصیب نکنید تا دیدار دیگر الله یار و نگهدارتون باشه.